اکبر دیر وقت اومد. وقتی ازش پرسیدم چرا این روزا دیر میاد گفت اصرا گاهی به کارگاه نجاری ولی الله و گاهی هم به دکون حسین و رضا میرم. روزا بلند شده حوصله زود اومدن و تو خونه موندن رو ندارم. اون شب به اکبر گفتم امروز دایر ازوان رو دیدم اون از اینکه تو خونه رو نخریدی متعجب شده. گفت اکبر باید تو اولین فرصت این کار رو تموم کنه و کاری به جدال من و فخر و سادات نداشته باشه. حتی ناراحت بود که چرا تا حالا این کارو نکردی اکبرم بی تفاوت به حرفام گوش داد نمیدونم چرا هر وقت بحث خرید خونه پیش می اومد یا حرف رو عوض می کرد یا به هر طریقی بهانه می تراشید. اون شب پیغامای دایی رزوانم سرسری گوش داد و گفت باز بچه شدی؟ دایی رزوان میگه که بگه اون برای من همیشه قابل احترامه اما از من نخوا بعد از این اتفاقا در مقابل درخواستای اون کرنش کنم. من با کارهایی که مادرم کرده روی اونو ندارم که این قرض رو قبول کنم انشالله تو فرصت مناسب جابجا میشیم تو هم دیگه در این مورد با دایه حرفی نزن وقتی قرقر کردن منو دید با عصبانیت فریاد زد حالا مگه وسط بیابونی عجب غلطی کردم حرف خریدن خونه رو تو دهن تو انداختم یاد روزی افتادم که طلا به دنیا اومده بود و اکبر با چه این خبر رو به من داد نمیدونم چرا انقدر فرق کردم هر چی بود اکبر دیگه از انجام این کار منصرف شده بود چاره ای نداشتم جز اینکه گاه و بیگاه دست به دامن دای رزبان بشم و اونم درمانده و مستصر میگفت من هرچی از دستم برمیومد کردم باور کن نمیتونم بیشتر از این بهش اصرار کنم بقیهش رو بسپار به خدا طلا نه ماهه بود من دوباره حامله شدم این بار برخلاف دوباره قبل حاملگی سختی داشتم با اینکه سن زیادی نداشتم اما بدنم خیلی ضعیف شده بود گاهی وقتا به خونه پدرم میرفتم و مونس و طلعت مثل پروانه دوروبر بر من و بچه ها می اما از ترس فخر و مجبور بودن زود به خونه برگردم. از اون اتاق بیزار بودم. دیواراش که در طول این چند سال کم سیاه شده بود، زشت ترین بود که به چشمم میومد. از همه مهمتر این بود که دلمم دیگه اونجا خوش نبود. بی توجهی های اکبر به قایت رسیده بود. دیگه به نبودنش تو کنارم عادت کرده بودم. نمیدونم چرا هرچی اون به من بیشتر بیتوجه می کرد من روز به روز بهش وابسته تر می شدم. اصلا انگار این آدمی زاد غیر عادیه که با دیدن بی دلش بیشتر به طرف معشوق سوق داده میشه. دلم میخواست اکبر میومد و میون تموم مشغله منو بغلش میگرفت تا کمی آروم بشم. اما به دلیلی که من نمیدونستم روز به روز فاصلهش با من بیشتر میشد. با وجود تموم اون سختی ها دوران بارداریم زود سپری شد خانم جان برای اینکه نزدیک من باشه ماه آخر بار داریم به خونه پدرم اومد با اولین دردام نیر رو پی خانم جان فرستادم وقتی خانم جان اومد اکبر منو با اون و نیر به مریض خونه برد این بار تلس شکسته شد و پسر زاییدم خوشحال بودم که اکبر و فخر و سادات حسرت بده نموندن و خواست دلشون برآورده شد دروغ چرا خودم بابت این اتفاق خوشحال بودم خیال میکردم با به دنیا آمدن پسرمون اکبر به من نزدیک و به زندگیمون دلگرم میشه. تا از مریض خونه برگشتم همه تو خونه جمع بودن. دود اسفند برپا بود. گوسفند قربونی بود. شادی و خنده بود. امه بیبی و وجیه همراه خاله ها از صبح به دعوت فخر و اونجا بودن. حضور وجیه ناخداگاه دلم و آشوب میکرد. ولی چیزی به روم نمیآوردم دای رزوان و نیر و خواهرام به این حیات اومدن. فخر حالش انقدر خوش بود که حتی حضور نیر و دایه هم نمیتونست اوقات شیرینش رو تخت کنه. خانم جانم مدام تکریم میشد. فخر و اونو بالای اتاق نشون و گفت شما استراحت کنید خودمون به عروس و نوامون رسیم. اون روزا حسابی مهمون نواز شده بود. حتی دایه رزوان و نیر هم حسابی تحویل میگرفت. در اتاق مهمون خونه رو باز کردن. فخر گفت تعدادمون زیاده اتاق تو کوچیکه. اصلا این ده روز تو این اتاق بمون. فخر و سادات رخت خواب ساتن آبیش رو برام پر کرد. خانم جان این بار با خیال راحت بالای اتاق نشست و تا میخواست کاری انجام بده اجازه نمیدادن. تو اون قیل و غال به پسرم نگاه کردم. برام هیچ فرقی با دخترام نداشت. طلا که تو بغل منیره بود تا منو تو رخت خواب دید گریه کنان به طرفم اومد. اما تو با بی سرگرم بازی بود. اکبر کنارم نشست و بچه رو بغل کرد. مثل دوباره قبل به آقا دو دو آقا تو گوشش از آن گفته با مشورت هم اسم بچم و احمد گذاشتن. احمد بچه آرومی بود و با وجود حاملگی بدی که داشتم چاق و سر حال بود. یه روز صبح اکبر و فخر و ساداد احمد و بردن و خطنش کردن و همون شب ختن سوران گرفتن. الحق مهمونی مفصلی برگزار کردن. همه رو دعوت کردن. به سلامتی احمد یه گوسفند عقیقه کردن و از این سر تا اون سر اتاق سفره انداختن. چند روزی گذشت و باز همه چیز عادی شد هر وقت وجیه به اونجا می اومد اکبر لحظه ای ازش قافل نمی شد و به هر بهونه ای دور و می چرخید و من با اش سینم و به دهن بچم می زاشتم. بعد از ده روز استراحت و دوران زایمان خانم من رو همون کرد و رفت من با سه تا بچه به اتاقم برگشتم و زندگی ما از سر گرفتم همون اتاقی که برای من حکم یه قبر تنگ و تاریک و داشت فخر و ساداد با وجود علاقش به پسرم هم. اما همچنان عاشق توبا بود توبا هم بهش وابسته تر از قبل بود تا از خواب بیدار می شد یه راست به اتاق فخر سادات می رفت و تا شب اونجا می مون. با عشقی که فخر و به توبا داشت فکر می کنم وجود فرزند پسر رو فقط یه الزام تو زندگی می دونست. اون تیوار چیزی رو که از نسلهای قبل یاد گرفته بود تقلید و تکرار می کرد. محبتی که بین اون و دختران مخصوصا توبا بود هرگز بین اون و احمد نبود. نیر تقریبا هر روز صبح به اتاقم میومد و کمک حال من بود و گاهی حتی زهرا هم کنار من میمود. با تولد احمد سردی بین من و اکبر نه تنها از بین نرفت حتی بیشترم شد گاهی به اکبر خیلی نیاز داشتم اما یا اون نبود یا اگرم بود حواسش به من نبود و تو عالم خودش سیر میکرد نمیدونم تو چه فکر و خیالی به سر میبرد اکبر حرفی برای گفتن با من نداشت خودم و فراموش کرده بودم. انقدر بیحوصله بودم که حتی دیگه حرفی از خرید خونه هم نمی زدم. همه چیز رو ول کردم و خیال تو تنهایی غمانگیزی که دوچارش بودم رها شدم. برعکس من اکبر به خودش می رسید. خوشحال بود و حالش از همیشه بهتر بود. روزای تعطیل تو خونه بند نمی شد و اصرا دیرتر به خونه می اومد. تا علت تاخیرش رو جویا می شدم می گفت سه تا بچه خرج داره و باید بیشتر کار کنم. اگه دلتنگی بچه ها نبود اون حتی شبه هم به خونه نمی اومد. وقتی هم که اعتراض می کردم که حوصلم تو این اتاق با این سه تا بچه سر رفته من به خونه خودمون پیش تلعت و بچه ها می برد. یه شب تا هم تاق شد و برای دیر اومدنش دعوای سختی را انداختم. آقا و فخر استادات میانجی شدن و با نهی به اونا قرار شد اکبر بیشتر به من و بچه هاش اهمیت بده و شب زودتر به خونه بیاد. ولی قول و یه هفته بیشتر دوام نیاورد نه خنده های احمد و نه شیطنت های شیرین دخترام و نه رسیدگی های من اکبر رو دلگرم به خونه نمی کرد. اونقدر تو اون یه هفته بدخلقی کرد که من راضی به دیر اومدنش شدم و اونم از خدا خواسته دوباره شیوه قبلش رو ادامه داد. احمد بغلی شده بود. یه لحظه نمیتونستم رو زمین بذارم. نگیر اکثر وقتا طلا رو پیش منیره می برد و من کمی راحتتر تر می شدم. اما با شاغل شدن منیره تو خیاط خونه دیگه طلا پیش خودم جسم و روح هم ناتوان شده بود و قمگین از همیشه بودم. یه روز نیر به سراغم اومد و با منمن گفت راستش یه چیزی فهمیدم اما نمیدونم به تو بگم یا نه. با دلشوره گفتم چی شده؟ نیر گفت دای رزوان میگه اگه اکبر از خرید خونه مصرف شده پس چرا پولی رو که از من گرفته پس نمیده؟ نیر مکسی کرد و تا نراحتی دید گفت به جان خودت قسم دایه چشمش به اون پول نیست فقط میبینم که برای اکبر نگرانه اخلاق دایی رزوان رو میشناختن میدونستم نیر راست میگه اونم دلنگران زندگی ماست. به پیشنهاد نیر تصمیم گرفتم ملاحظه رو کنار بذارم و با پدرم تمام این اتفاقا رو در میون بذارم. میدونستم پدرم با هم فکری خانم جان فکری به حال این گردابی که به اسم زندگی منو اسیر کرده بود میکنه. یه شب که به خونه پدرم رفتم با اون مفصل درباره خرید خونه حرف زدم. آخرین امیدم پدر بود. می دونستم اکبر هنوزم برای اون احترام زیادی قائله. چند هفته گذشت دو پدر یکی دو بار به خونه ما اومد و در مورد خرید خونه با آقا باقر صحبت کرد. حتی گفت اگه پولتون کمه خودم هر طور هست تهیه میکنم. فلکناس با ستا بچه اتاقش کوچیکه و تو عذابه. با اون حرفا باز بارقه ای از امید تو دل افسردم تابید. گاهی از خونه که بیرون میرفتم راه همه به طرف اون خونه نقلی که قرار بود بخریم کج میکردم. یکم جلوی درش وای میستادم بعد سرمو به در میچسب و می نمو از دای درز داخل خونه رو نگاه میکردم. تو خیالم حوزش رو آب میکردم و به یاد خونه پدریم یه تخت کنار حیاتش تصور میکردم. خودم رو میدیدم که با پیراهن آوی خوشرنگی تو باخشه کوچیکش بوته رز روز میکارم. بعد از اون رویا بافی ها با چشم گریون به همون اتاق دلگیر برمیگشتم. بعد از یک ماه تو جواب استارای پدرم اکبر گفت دیگه پولی تو بساط نداره و اونو برای یه مدت به یکی از همکاراش که گیر و گرفت مالی داشته قرض داده. من ناچار بودم بازم صبر کنم و دست از خیال پردازی بردارم. وقتی دلم خیلی میگرفت راهی خونه پدرم می شدم. ملک ناز به مدرسه می رفت و به خاطر پیاده روی زیاد بین خونه تا مدرسه غروب نشده میخوابید. خوابید. فرامرزم حسابی سرگرم درس بود و شبا رو به قرآن خوندن می گذارم. یه شب بهاری مونه سر تا سر ایوون رختخواب خواب پنگ کرد و همه کنار هم خوابیدن. پدرم تو اتاق سرگرم نوشتن بود. تلعت میگفت اخیرا گاهی حافظ میخونه و اشعاری رو که خیلی به دلش میشینه با خط خوش مینویسه و به در و دیوار میزنه. بچه هامو خوابوندم و به اتاق پیش پدرم رفتم که بگم رختخوابش تو ایوون پهنه. پدرم نگاهی به من کرد و گفت بشین فلکناس. معذب جلوش نشستم. قلم و زمین گذاشت و کاغذی از جیبش در آورد و گفت امت برام دستخط فرستاده خدافزی کرده نوشته همراه پسر و همسرش به فرانسه میره پسرش میخواد نیمار بشه باورت نمیشه چقدر دلم براش تنگ شده هر جا که هست خدا پشت و پناهش باشه هیچی نگفتم قرق تو غم بودم پدرم نگاه به من کرد و همونطور که نامه رو تو جیبش میذاش گفت میدونم از بدقولی اکبر دلخور و ناراحتی اما مرد تو تحت فشار نذار زندگی سخته بهش فرصت بده خدا رو چه دیدی شاید قسمتت خونه بزرگتر و بهتر باشه با حرف پدر برزم ترکید و گفتم دردم فقط خونه نیست راستش دیگه نمیتونم رو اکبر حساب کنم احساسم میگه اون دلش با من نیست به خدا که از اولم نبود اما حالا بی به من و زندگیمون علنا نشون میده چشای پدرم برقی زد و با خشم گفت غلط کرده حالا که سه تا بچه تو دامنت گذاشته یادش افتاده که دلش با تو نیست فردا اونو با آقای صدا میزنم و حقشو کف دستش میذارم با حمایت پدر اشکامو پاک کردم پدرم دل سوزانه نگام کرد و گفت اتفاقی افتاده که من بیخبرم انگار خیلی دلت پره بعد دورشو پایید و با صدای آرومی گفت اصلا قدمت رو چشم خودم از من به تو نصیحت مبادا هر نسخه که این زنای بی زندگیت قبول کنی از دستت رازی نیستم که تم به حقارت بدی و با خفت زندگی کنی تا خواستم از جان بلند شم، دستم و گرفت و گفت یکم کنارم بشین دختر جون بعد آه بلندی کشید و گفت هر روز با خودم چیزی که از زندگی مونده رو مرور میکنم اندک مالی در حدی که اموراتمون رو بگذره بیشتر برام نمونده قبول کردم زندگی همیشه به دلخواه ما نیست تو نمیدونی مادرت با رفتن چه حسرتهایی به دلم گذاشت فقط خدا میدونه که چقدر تو زندگیم باهاش خوش بودم. او مثل رفیق تمام راز دلم میدونست و همیشه و در هر شرایطی حامی من بود. وقتی اون بود با خیال راحت از دلتنگیام میگفتم. قر میزدم، گل گذاری میکردم و اونم بدون هیچ قضاوتی همیشه حق به من میداد. وقتی ترکم کرد احساس کردم منم با مرگ اون تموم شدم و حسم درست بود. من هیچ وقت دیگه اون نادلی زمان زنده بودن مادرت نشدم. بعد از مرگ مادرت دیگه انگیزه ای برای رشد و ترقی نداشتم. هر کاری کردم فقط برای گذران زندگی بود. اما حالا خوشحالم که اگه چیزی برام نمونده، یادگاری های اون کنارم هست. حالا دیگه هدفی به جز حمایت از شماها ندارم. حسرت تو کلام پدرم موج میزد. بعدش هم نفس عمیقی کشید و گفت: خدا برات علعتم خوب بخواد. اونم زن صبور و باوفایی بود. دوستی داشتم که می گفت هیچ چیز خطرناکتر از زندگی با یه زن خیانت دیده نیست. تلعت خیانت دید اما موند و گذشت. برا همین همیشه براش احترام زیادی قائلم و از شما ها می بهش احترام بذارید. امیدوارم جفایی رو که در حقش کردن بخشیده باشه. نمیدونی بعد از سالها وقتی تو چشام نگاه میندازه از فرت شرم نگامو و میدوزدم. امان از جوونی و خامی. پدرم نفس عمیقی کشید و دستش رو قلبش گذاشت و گفت تو نمیدونی که چه دردایی تو کنج این سینه مدفونه. بیقرارم باز به مادرت برسم صندوق دلمو براش باز کنم. حلالم کن دختر. در حق تو هم ظلم کردم. تو وقت شوهر کردنت نبود. خیلی کم سن و سال بودی. شاید اگه مادرت بود این خطا رو نمی کردم. اما به تو افتخار میکنم که با اون همه ناآزمودگی تن سازش داشتی و بی بهونه زندگی کردی. پشیمون شدم که چرا با حرفان پدرم رو غمگین کردم. از جام بلند شدم. پدرم در مونده نگام کرد و گفت نگران نباش. حواس من به زندگیت هست. اما تو هم به خاطر بچه هات با اکبر مدارا کن. شک ندارم رنجی میکشه که نمیخواد با گفتنش تو رو ناراحت کنه. خیالت راحت. صداش میزنم و سر از کارش در میارم. با عشق به پدرم نگاه کردم. انقدر حیا میونمون حاکم بود که خجالت میکشیدم اونو بغل بگیرم. اما دستشو بوسیدم و گفتم خودم از این به مونس و غمخارتون هستم. خوشحال بودم که اون دور از چشم اهل خونه با من درد و دل کرده. این نشون میداد که به بلوغ فکری رسیدم و پدرم به من اعتماد کرده. صبح که از خواب بیدار شدم، ساعتها بود که پدرم از این دنیا پر کشیده بود. پدرم اون شب آروم و بی صدا تو خواب سکته کرد. نه شیونای تلعت، نه عشقای ملکناز و نه ناله های فرامز نتونست پدرم برگردونه. ما تو مبهوت به در تکیه دادم و به پیکر بیجون پدرم نگاه کردم طلا و توبا از شیونا ترسیده بودن و بغض کرده به من چسبیده بودن و صدای گریه های احمد بین اون همه ناله گم شده بود بدنم کرخ بود احساس می کردم هر لحظه از خواب میپرم و از این کابوس نجات پیدا میکنم ولی واقعیت این بود که در عین ناباوری پدرم تنها امید من تو اون روزهای خاکستری ما رو رها کرده بود و رفته بود مرگ مادرم رو به روشنی به خاطر دارم. اون احساس تلخی که با مرگ مادر تجربه کردم فراموش شدنی نبود. اما با مرگ پدرم شکستن کمرم رو احساس کردم. تحمل این داغ در توانم نبود. با رفتن اون روبرون کور راهی را می دیدم که هیچ نوری توش نبود. همسایه ها به خونمون اومدن. نمیدونم که خانم جانم خبر کرد که خیلی زود به سرزنان از ده خودش رسود. اکبر و نشده اونجا بودن. خلاصه دوست و آشنا برای خاکسپاری پدرم جمع شدن و من مبهوت مثل مردهای متحرک دیگران رو مشاهیت میکردم ملک ناز و طلعت نمیذاشتن پیکر بیجون و پدر رو تو قبل بذارن و اونقدر بیتابی کردن که همسایه ها اونا رو به زور نگه داشته بودن تا مراسم انجام بشه. بعد از خاکسپاری پدرم فخر و ساداد یکم شیرم و دوشید و گفت نباید شیر قهر دهن احمد بذاری. تا من و مات میدید که از درون میسوزم دستامو میگرفت و میگفت گریه کن فلک ناز میدونم داغ پدر تلخه اشک بری تا آروم بشی اما من هیچ احساسی نداشتم وقتی بیدار بودم از آب داشتم که نکنه پدر از غم من دق کرده باشه وقتی خواب بودم هم با کابوس از خواب میپریدم طلعت بینوا اشکش بند نمیومد و حیرون مونده بود اما نتای پدرم و چطوری سامون بده دل اونجا موندن رو نداشتم چرا نفهمیده بودم که پدرم داره به من وصیت میکنه بعد از تموم شدن مراسمات به خونه خودم برگشتم. خانم جان بیشتر از همیشه به بچه هم سر میزد. تو این و دار پدر طلعتم فوت کرد و من به خاطر حال بدم تو مراسم شرکت نکردم. زنمو که بعد از سالها از مریضداری راحت شده بود حالا اکثر اوقات اونجا بود. از بابت بچه هم نگرانی نداشتم. گاهی منیجه به احمد شیر میداد و اونو ترخوش میکرد. افسرده تر از قبل بودم. اکبرم بیخیالتر از همیشه بود و این حال من به نفش شده بود. دیگه حوصله سینجین کردن اونو نداشتم. حال بد من و دل پرغستم برای اون هیچ اهمیتی نداشت. دلم همپا و همدل میخواست. اما انگار چیزی که نصیبم شده بود سنگ سرد و بیاحساسی بود که کاری با من نداشت و براش مهم نبود که چی از سر میگذرونم. این زندگی از مردن برام سختتر بود. زمانهایی که وجیه به اونجا می اومد اکبر زوغ کنان به هر بهانه نزدیکش می شست و از هر دری باهاش حرف می زد. احساس میکردم کردم ذره ذره در حال نابودیه. رفتاراش برای من حکم شکنجه رو داشت. گاهی احساس میکردم موجودی ضعیف وسط یه جنگلم که هیچ راهی جز تسلیم شدن به کشنده ترین شکل نداره. اون روزا بیشتر از همیشه تو زندگیم به پدرم نیاز داشتم. اما دریخ که اون دیگه نبود. یه روز صبح فخر و با شنیدن احمد به اتاقم اومد. طلا و توبا سر صندوق لباسا نشسته بودن و هر چی که توش بود و بیرون ریخته بودن. فخر و سادات بدون اینکه حرفی با من بزنه احمد و بغل کرد و از اتاق رفت. بعد از چند دقیقه دایی رزوان به اتاقم اومد. کنارم نشست. اول کمی نوازشم کرد و بعد گفت گمون میکنی پدرت از این روزگاری که برای خودت و بچه هات ساختی راضیه؟ با حرفای دایی رزوان بغزم ترکید. دایی گفت گریه کن دختر جان. برای مرگ عزیز امر طبیعیه. اما سعی کن با واقعیت کنار بیای. زندگی یه قطار در حال حرکت و هر ایستگاه یه نفر ازش پیاده میشه. یقین یعنی داشته باش که پدرت به مقصد رسیده بود. خدا رو چه دیدی مادر؟ تعارف که نداریم. شاید فردا هم نوبت من باشه. حالا هم بلند شو آبی به دستورتت صورتت بزن. میگم نایر بیاد کمکت اتاق و جمجور کنه. بعد توبارو رو بغل کرد و در رو باز کرد تا به قول خودش باد بهاری وارد اتاق هم بشه. توبا هم موندن تو اتاق و دوست نداشت تا در و باز دید به اتاق فخر و سادات رفت نیر به اتاقم هم اومد چادرش و گوشه ای انداخت و گفت ای داده بیداد اینجا چه خبره با دیدن اون کمی حالم بهتر شد دستشو گرفتم و گفتم نیر کار و ول کن میخوام باهات حرف بزنم دلم خیلی گرفته نیر در و بست و نشست و گفت فلک ناز چرا اینقدر خودخوری میکنی زندگیت داره از دستت میره دست نیر رو گرفتم و گفتم از دست اکبر دلخورم بی دلیل از من فاصله میگیره گاهی دوست دارم کنارم بشینه از من حالی بپرسه اما انگار تو چشم اون من وجود ندارم اگه یه ساعت تمام با من تو این اتاق باشه چهار تا کلمه با من حرف نمیزنه حتی بعد از مرگ پدرم عوض اون که بیشتر هوامو داشته باشه بدترم شده نگیر مثل یه خواهر مهربون سرامو بوسید و گفت فلک ناز منو تو که دیگه بچه نیستیم اگه اکبر تو زندگیشو دوست نداشت سه تا بچه تو دامنت نمیذاش. اون از اول کم حرف و خوش بود. در زم خود تو هم دختر کم حرفی هستی همینطور با هم خوب گرفتید. اما اینو بدون که اگه اینطوری ادامه بدی قطعا از زندگی جا میمونی. وقتی به خودت میاد که همه چیزو باختی. وسط حرفش پریدم و گفتم برا وجیهه که خوب نطق میکنه. از اینکه که نیرم درکم نکرد دلم گرفت و گفتم اگه مرهمم نیستی حداقل زخم زبون نزد. به چه انگیزه خودمو به زندگی برسونم نهیه که با خلقیات من آشنا بود بی توجه به ناراحتی من گفت یادم رباب خانم میگفت بعضی زنا بعد از زایمانشون حساس میشن و مرض فکری میگیرن تو بلا فاصله بعد از زایمانت پدرت هم از دست دادی حق داری که اینطور آشفته بشی اما نگران نباش خودم مراقبت هستم تا بهتر بشی چند ماهی گذشت و با کمک نریه و اهل خونه یکم رو به راه اکبر را به گفته خودش به کارگاه ولی الله می رفت و گاهی که خیلی دیر می اومد می گفت سر راه هم به مغازه دامادا سر می زنم. تو این اوضا به احمد خیلی وابسته شده بودم و سرم و به اون گرم کرده بودم. گاهی به خونمون سری می زدم. زندگی خواهر برادرم با کمک خانم جان و می و یه شب با اکبر به اتاق منیجه رفتیم. وقتی حسین به استقبالمون اومد به اکبر گفت مشتاق دیدار. با گلایه گفت انگار نه انگار که یه حیات بینمون فاصل است دلتنگیت بودی اون همه ابراز دلتنگی رضا و حسین با وجود اینکه اکبر چند روز در میون میگفت به مغازه اونا میرم برام عجیب بود باز دستام یخ و بیهست شد احساس میکردم رنگ از روخم رفت از اکبر بدم اومده بود قبلا حس کرده بودم که داره منو فریب میده اما حالا یقین پیدا کرده بودم که کاسه زیر نیم کاسه داره دلم میخواست زودتر به اتاقمون برگردم و علت دروغشو جویا بشم با اینکه حال و هوای اون حیات رو دوست داشتم اما اون شب احساس خفگی می کردم. به بهونه شیر دادن به احمد اونو بغل کردم و به اتاق دای رزبان رفتم. نیر پشت سر من دنبالم اومد و گفت چرا اینقدر سگرمه ها در همه؟ بازم فخر و سالو ترفی زده. نمیدونستم چه جوابی بدم. همونطور که احمد و شیر میدادم اشک چشمام جاری شد. نیر دو زانو جلوم نشست و با تشر گفت یا حرف بزن یا اینقدر آبوره نگیر. بلند شد از اتاق بیرون بره که صداش کردم اگه نیرم از من رو برمیگردون دیگه کسی رو تو اون خونه نداشتم به علت ناراحتیمو براش گفتم و نییر که سرش برای درد سر درد میکرد با کنجکاوی به حرفام گوش داد و گفت اگه اطمینان داری که دروغ میگه میخوای تعقیبش کنی گفتم نمیدونم اگه بفهمه چی نیر گفت از کجا باید بفهمه اگه ریگی تو کفشش نداشته باشه تو هم از این برزخ میشی و مثل آدم زندگی تو میکنی از کجا معلوم شاید به قول دایر رزوان کسی پولش رو خورده دنبال طلبش میره نمیخواد تو رو به هم بریزه با ترس گفتن اگه چیز دیگه ای بود چی نایر گفت اون وقت گوشش رو به دست فخر و سادات و دایر رزوان میسپاری اما نگران نباش با آوردن احمد زور دست توه نایر احمد که حالا سیر شده بود بغلش گرفت و از بلند شد و گفت سخت نگیر مردم مثل بچه گای ممکنه بلغزن باور کن اگه قلقش رو پیدا کنی مهربونتر از ما زنا هستن زنا گاهی با یاد و خاطره کدورتی سالها خودشون رو رنج میدن حالا هم این درایت توی که زندگی تو حفظ میکنه از الان به من قول بده اگه به فرض محال اکبرم خطایی کرده باشه ازش بگذری به بعد از اینکه خوشیهای زود گذرش تموم بشه میاد کنار تو و ستا بچت میمونه با حرفای نایل موافق نبودم شک نداشتم اگه از اکبر خطایی ببینم به وصیت پدرم عمل میکنم و بیشتر از این تم به خفت نمیدم از نایر فرصت خواستم تا آخر شب در مورد پیشنهادش فکر کنم باهاش به حیات رفتم مردا با هم گپ میزدن و دای رزوان به بچه ها سرگرم بود مونیر سر حال و زیباتر از همیشه بود و حسابی به خودش رسیده بود اون هر وقت نایر رو تنها گیر می آورد مدام باهاش پچپچ میکرد و اونم می به نایر گفتم چقدر ترگور کرده نایر گفت نمیدونم شاید دوست داره حسین و عاشق نگه داره که مبادا به خاطر ضعفی که داره اونو ولش کنه حرفش قانه هم کرد هرچند حسین وفاداری خودش رو به اون ثابت کرده بود با اینکه بچه ای تو زندگیشون نبود مونیره سر از همیشه به نظر میرسید. رسید لحظه ای به حالش قبطه خوردم که حسین اونطور عاشقانه دور و برش میچرخه و دوستش داره وقت خداحافظی با تردید به نیر گفتم با نظرت موافقم اما چطور از خونه بیرون بریم نایر گفت نگران نباش بچه ها رو پیش دای رزوان میذاریم به بهونه رفتن به اتاری ترغیبش میکنیم اما حواست باشه تا از رفتنش اطمینان پیدا کردی دنبالم بیای که اونو گم نکنیم شب رختخوابو خواب پهن کردیم و کنار هم خوابید. اکبر پشتش رو به من کرد یکم باهاش حرف زدم و اونم دست و پا شکسته جوابمو داد به سمت چرخیدم و دستم و به طرفش بردم و اونو نوازش کردم هنوز دوستش داشتم چقدر به وجود و حمایتش نیاز داشتم شاید اگه یکم محبت ازش میدیدم تو همون اتاق کوچیک بی بهونه باهاش زندگی میکردم اما اکبر بدون اعتنا به من خور و پفش به هوا رفت صبح زود با صدای گریه احمد از خواب بیدار شدم اکبر مشغول لباس پوشیدن بود اونوق کردم و مشغول رسیدگی به احمد شدم اکبر خدافزی کرد و از اتاق بیرون رفت هیچ توجهی بهش نکردم میخواستم بفهمه که از دستش دل خورم میخواستم مثل خودش باهاش رفتار کنم از زمین و زمان دلم گرفته بود از پدرم ناراحت بودم که چرا اینقدر بی موقع ترکم کرده بود از خانم جان دلخور بودم که فقط مدارا کردن و کوتاه اومدن رو یادم داده بود از فخر استادات و آقا گره داشتم که چرا پسرشون رو با چشم و گوش باز داماد نکردن و با پیشنهاد ازدواج با من باعث بدبختی هر دوی ما شدن آشکارا اکبر به من بی‌علاقگی نشون میداد دیگه از صبوری خودم هم خسته بودم به گریه افتادم و نفهمیدم که خوابم بود با صدای فخر و سادات بیدار شدم که با توبا بلند حرف میزد و میگفت دستت کثیفه نذار دهنت مریض میشی بیا صابونه بت بدم دیگه قرولنتهای فخر و سادات برام مهم نبود من اصل زندگی رو باخته بودم و فرعیات هیچ اهمیتی نداشت اصل شد و اکبر زودتر از همیشه برگشت یکم خوابید قلبم بد جور به سینه میکوبید و قرار نداشتم یه ساعت گذشت و از خواب بیدار شد از اتاق بیرون رفت تا آبی به صورتش بزنه کمی دور اتاق راه رفتم. خدا خدا می از بیرون رفتن منصرف بشه تا منم از فکر تحقیق کردنش بیفتم. برگشت با عجله حاضر شد. پیراهن و شلوار تمیزی پوشید و موهاش شونه زد. گوشه اتاق نشستم و همونطور که نگاش میکردم گفتم کجا؟ گفت میخوام یکی از همکارامو به کارگاه ولی الله ببرم. میخواد در پنجره خونش رو عوض کنه. بلند شدم زود آماده شدم و گفتم نمیدونم چرا بعد از زایدن احمد دلدد و کمردد ولم نمیکنه قراره با نیر پیش اتار برم کمکم کن احمد و تا اون حیات بیار زود چادر به سرم انداختم و طلا رو حال کردم و راه افتادم توبا که هر جایی رو بیشتر از اتاق خودمون دوست داشت رو پوشید و به طرف دالان دوید اکبر پسرم و تا اتاق دایه آورد و بعد اونو به حال من داد و سر حال از ما کرد و رفت بعد از رفتن اون نیر به دای رزوان گفت بریم پیش اتار. بلا فاصله با نیر از خونه بیرون رفتیم. از دلشوره داشتم غالب توهی می کردم. با فاصله اکبر رو تعقیب می کردیم. دم بقالی حسن آقا اکبر واشتاد و چیزی خرید. پشت تیرک چوبی کوچه پنهون شدیم. او متوجه ما نشد و به راهش ادامه داد. وسط راه وایستادم و گفتم نیر من دیگه طاقتشو ندارم بیا برگردیم. نیر عصبانی به من نگاه کرد و گفت اگه برگشتیم خونه و تو یه کلمه دیگه از اکبر گلایی کردی دندوناتو خورد میکنم. نای ادامه دادن نداشتم و به گری افتادم. نای دستم و گرفت و گفت هنوز چی معلوم نیست را بیفت. بعد همونطور که اکبر رو میپایید گفت قوی باش با این کارو سنکوب میکنی. شما خانواده ای عمرتون کوتاهه. به خود آخر تو هم زیر این فشار جون میدی. دلمو به دریا زادم و با فاصله از اکبر به دنبالش رفتم. اکبرم کمتر از من بیقرار نبود از دو تا کوچه رد شد تا به خونه امه بی رسید در خونه باز بود در هول داد و داخل خونه شد با دیدن این صحنه انگار آب سردی روم ریختن دو زانو تو خرابه ای روبروی خونه امه بی بی نشستم و زار زدم احساس میکردم قلبم داره از حرکت وای میسته نه یکی نمیدونست اون خونه کجاست و واج به من نگاه میکرد نه یک تکونم داد و گفت کجاست دیدی در براش باز گذاشته بودن با گریه گفتم اون پیش وجیه رفته از جام بلند شدم یاد بچه ها افتادم قدمامو سریع و بلند به سمت خونه برداشتم نایر دنبالم دوید و گفت اگه اینقدر اطمینان داری بیا بریم مچشو بگیریم تا بعد هاشا نکنه تا اعتنا نکردم چادورمو کشید و گفت اصلا چرا نمیری یه سیلی به گوش وجیه بی حیا بزنی دیگه برام مهم نبود اون چیزی رو که باید میفهمیدم فهمیده بودم رو به نایر کردم و با فریاد گفتم شوهرم با مشروب بچگیش خلوت کرده من نباید خلوتشون رو به هم بزنم بی حیا منم که مثل انگر تو این فلاکت موندم اونقدر با عجله گام برمی داشتم که نیر با اون همه زبر و زرنگیش نمیتونست به پام برسه و پشت سرم میدوید اون باز چادرم و کشید و گفت شایدم هم همونیه که خودش گفته ممکنه با ولی تو خونه وعده کرده باشه میخوان از اینجا به کارگاه برن حرف نیر لحظه قلبمو آروم کرد هرچند احتمالش کم بود اما دلم میخواست حرفش رو باور کنم نه تکونی به من داد و گفت یا همین حالا میری در رو میزنی تکلیف خودت رو روشن میکنی یا اینکه این غم این رو توی دلت میذاری و تموم عمر و جوانی تو به پای این زندگی پر از شک و تردید تباه میکنی قدرت زدن در خونه رو نداشتم ترسیده بودم اگه گمونم درست بود با این کار بیشتر جلوی وجیه و اکبر تحقیر میشدم هر چی فکر میکردم حق با نیر بود مغزم از کار افتاده بود با استیسال گفتم نمیتونم نیر همه چیز روشنه به خونه که برگشتم بساتم رو جمع میکنم و با بچه هم پیش تلعت میرم تلعت زن خوبیه میدونم پناه هم میده نیر عصبانی شونه هامو گرفت و گفت تو میفهمی چی میگی؟ خیال کردی اکبر بچه ها رو به تو میده که به این راحتی حرفن از زفتن میزنی؟ شاید دخترا رو بده اما بذار خیال تو راحت کنم یه تار احمدم به تو نمیدن. باید تک و تنها بری و سربار طلعت بینوا بشی که خودشم هشتش گروه نوهشه. اصلا میتونی خیلی بچه هاتو بزنی؟ دو روز نشده دق میکنی. نایر با حرفاش آشفته ترم کرد. این بار با التماس دستم و کشید و گفت بیا تا از خونه بیرون نزده بریم مچشو بگیریم. نایر تا بی اتنای منو دید راشو کشید و رفت. دنبالش دویدم و گفتم تو رو خدا ولم نکن کسی رو به جستو ندارم. نهیر وایساد و من مثل یه بچه ای ترسو دست به دامن شدم و گفتم پس تو در رو بزن. نهیر گفت باشه اما خوب گوش کن ببین چی میگم. سعی کن محکم باشی. در رو میزنیم. اگه وجیه در رو باز کرد میگی اکبر این موقعی روز اینجا چی کار داره؟ اگر اکبر جلو اومد که چه بهتر باید از تو بچه ها دفاع کنی. با ترس و لرز به طرف خونه بیبی رو را افتادم. پشت در نهیر کوبر رو به صدا در آورد ولی کسی در رو باز نکرد. نیری یه بار دیگه محکمتر کوبه رو کوبید همون لحظه صدای وجیه اومد که عصبانی میگفت چه خبره مگه سر آوردی در رو باز کرد تا وجیه رو تو آستانه در دیدم تمام بدنم یخ کرد ناخداگاه خودم رو باهاش مقایسه کردم من با یه چادر سفید گلدار و روی پریشون وجیه مرتب و آراسته توی پیراهن ململ سبز میدرخشید خاطرات خونه پدریم یک آن از جلوی چشمم رژه رفتن راست میگن که اون کسی که از زندگی و تجربه دیگران استفاده نکنه و درس نگیره حقشه که سرش به سنگ بخوره و خودش تجربه کنه وجیه نگاهی به منو نایل کرد رنگش رو باخت سرش رو پایین انداخت و گریه به داخل خونه دوید نایل سرش رو از لای در خونه داخل کرد و گفت کجا رفتید لطفا بگید اکبر آقا بیاد دم در ترسیده بودم خودم حریف اکبر نمیدیدم همون لحظه اکبر جلوی در دوید و وجیه باهاش برگشت و تو هشتی خونه وایساد و از پشت سر اکبر به ما نگاه میکرد. اکبر با اخ گفت اینجا چه غلطی میکنی؟ چرا لشکرکشی کردی؟ با صدایی که لرزیدن توش آشکار بود گفتم مگه نگفتی میخوام برم کارگاه چطور سر از اینجا درآوردی؟ اکبر که از عصبانیت رنگ و روش مثل خون شده بود یه قدم از درگاه خونه بیرون اومد و گفت اومدم که اومدم نمیدونستم برای اومدن به خونه امن باید از تو اجازه بگیرم اصلا حرف حساب تو چیه گفتم حرف حساب من چیه سه تا بچه تو دامنم انداختی حالا اومدی خونه امت نشستی اصلا بگو خود وجیهه بیحیا بیاد بیرون تو از خودش بپرسم چه حسابی با تو داره اکبر که با این حرف من نتونست عصبانیتشو رو مهار کنه دستشو بالا برد و با پشت دست محکم به دهن من کوبید و گفت اصلا مگه قرار نبود تو پیش اتار بری اینجا چه غلطی میکنی عوض اینکه من پیجوی تو باشم که کجا میری کجا میای تو من رو بازخواست میکنی تو این چند سالی که زنش بودم این روی اکبر رو ندیده بودم لگام گسیخته ای بود که باکی از رسوایی نداشت وسط کوچه درمونه نشستم و چادرم و رو سرم کشیدم و با صدای بلند مویه و زاری کردم وجیه نگاهی به دورش انداخت و از پشت در بیرون اومد دستم و گرفت و از زمین بلندم کرد و گفت فلک ناز بلند شید برگردید اکبرم از سایه میاد گریه کنان رو به اکبر کرد و گفت چرا دست روش بلند کردی خدا رو خوش نمیاد به طرف خونشون دوید و در و کوبید اکبر یه قدم عقب رفت و انگشت اشارش رو به سمت من گرفت و با تشر گفت وای به حالت اگه وجیه پاپس بکشه پدرم در اومد تا رضایتش رو جلب کنه بعد رو به نیر کرد و گفت همین الان این ضعیفه رو برگرد و خونه حساب طورم به وقتش تصویه میکنم بعد به سمت خونه بیبی بی برگشت نیار که تا اون لحظه فقط تماشاچی بود دستم گرفت و گفت بریم فلکناست کار از کار گذشته دستم و بالج از دستش رها کردم و گفتم همینو میخواستی با چشم گرون به طرف خونه را افتادم نیر گفت مبادا با خریت زندگی تو از دست بدی یا خیال تخت دایا رزوان زن موصفیه اون طرف تو رو میگیره فخر و ساداتم همینطوره اونم هم, همین اون هم راضی نیست زندگی اکبر با سه تا بچه از هم باشه. نگاهی به نیر کردم زبونم بند اومده بود حرفاش به نظرم بی معنی می اومد اکبر اونجا برای من تموم شد اوستخونم درد میکرد انگار بدنم له شده بود نمیدونم درد غرور شکستم و به چی تشبیه کنم هرچی چی بود کاه و عظیم بود و من تا به تحملش نداشتم وقتی به خونه رسیدم دای رزوان در رو باز کرد بی تفاوت به هش یه راست به اتاق رفتم احمد و طلا خواب بودن صورت طلا رو نوازش کردم طلا تو خواب لبخند بیجونی زد هنوز دو سالش نشده بود و از این زندگی و زشتی های اون چیزی نمیفهمید. دلم نمیخواست وسط دعوای من و اکبر بچه هم آسیب ببینن. با دیدن صورت مظلوم طلا انگار جون مضاعفی گرفتم. نمیدونم این عشق مادری چیه که تو اوج مصیبتم نمیتونی اونو از فرزندات تریق بکنی. فقط مادره که زندگی و هست و نیست خودش به بچه هاش ترجیح میده. طلا رو تو بغلم گرفتم و نگاهی به احمد که تو خواب شیرین بود کردم و پیش خودم گفتم همه زندگیم فدای یه تارموی بچه هم. اکبر ولمون کرد که کرد خودم تا آخر اون کنیزشون هستم دیگه نمی ترسیدم بعد از مدتها تازه آروم گرفتم تحول و دگرگونی جدیدی تو خودم احساس کردم به حیات رفتم تو با به طرفم دوید دو دست رو که دای رزبان براش با قلاب و کاموا بافته بود نشونم داد دستای کوچیکشو بوسیدم نایر وسط حیات فرش پرن کرد منیژه و دایر رزوان با ناراحتی سرگرم حرف زدن بودن فهمیدم نیر همه چیزو رو به گوش دایر رسونده نیر به مطبخ رفت و با سینی چای بالا اومد منیژه تا منو دید لبش و گزید و با دلسوزی گفت بیا بشین فلک لز. کنارش نشستم اون طلا رو از بغلم گرفت و همونطور که اونو میبوسید زیر چشمی نگاه میکرد نیر سینی چای رو وسط گذاشت و کنار دایر نشست و گفت تو رو خدا فکری به حال این دختر بکنید تا اومد حرف بزنه هی hey, گفتید فلکناس حساسه دیگه دست رو دست گذاشتن فایده نداره زندگیش داره از دست میره پوسخندی به حرفای نیر زدم نمیدونم چون و چرای چی رو میکرد دایی رزوان سردرگم و ناراحت گفت خیلی نادونی کردید اصلا نباید با آنها رو در رو می شدید. این کارا غیر از اینکه حرمتا رو زایل بکنه و پرده احترام و بدره فایده دیگه ای نداره حوصله شنیدن سرزنش های دایر رو نداشته. نگاهی به نیر کردم نیر به جبران کارش گفت فلکناز نمیخواست بره اما من بهش اصرار کردم بریم تا اکبر اونجا رسواش بکنی. قبول کنید با این کار ما دیگه نمیتونه هاشا کنه دای رزوان با لج استکانش رو تو نلبکی گذاشت و غضبناک به نیر نگاه کرد و گفت چه حرفا میزنی دختر جان زن و مرد باید عاقل باشن و هر اتفاق و ناراحتی که تو زندگیشون پیش میاد و با کمترین آسیب از سر بگذرونن این دختر سه تا بچه رو دستش داره این دوستی نبود که تو در حقش کردی خواهی نخواهی گرفتار این ماجرا شده بگو میخواستی زندگیشو از هم بپاشی که به سیم آخر زدید اون لحظه فهمیدم دایی رزوانم میتونه بیانصاف باشه منیژه صورت طلا رو که روزانوش خوابیده بود نوازش کرد و زیر لب گفت اکبر خطای بزرگی کرده شک ندارم عقوبت این کارشو پس میده بعدم خواهرانه به من نگاه کرد و گفت بمیرم که دلت شکسته و نیچه زن با انصافی بود که تو هر شرایطی فقط حرف حق میزد و به دست سرنوشت اعتقاد داشت. دایی رزوان نگاه به من کرد و گفت بلند شما در. بلند شو آبی به صورتت بزن. بچه تو بردارو به اتاقت برو. مبادا جا خالی کنی که دیگری منتظر سرجات بشینه. دل شکسته گفتم شما منو از خودتون میرونید؟ دایی رزوان دستمو به نشونه دلجویی گرفت و تا اومد وضع دوباره رو شروع کنه فخر و سادات از دالان توبار رو توبا با شنیدن صدای اون بازی رو ول کرد و به سمتش دوید. دایر رزوان سینی چای رو به کناری هل داد و بلند شد به طرف دالان رفت و گفت بفرمایید چای تازه دم. فخر چند قدم جلو اومد و همونطور که به حیات سرک میکشید گفت دست شما درد نکنه. باشه برای بد. حالا مردم میان. باید شامشون رو درست کنم دای رزوان که میخواد به فخر سادات حالی کنه با اون حرف داره گفت یه استکان چای نه نمک داره نه وقتی میگیره. منیجه خانم و فلکناز هم اینجا هستن. فرق و توبا تو بغل کرد و به سمت ما اومد. همه جلو پاش بلند شدیم. سرسنگین جواب سلامم و داد و رو سکوی کنار باغچه نشست. دایی رزوان تعارف کرد که روپتو بشینه اما او پادرد و بهونه کرد و گفت همینجا راحت تره. همون لحظه در رو زدن و نیر برای باز کردن در رفت و با منیره برگشتن. منیره که انتظار نداشت مادرش اونجا ببینه جا خورد و دستپاچه سلام کرد. فخر نگاهی به منیره که حسابی هم به خودش رسیده بود کرد و با تعجب گفت کجا بودی دم غروبی منیره رنگش پرید و با دستپاچگی گفت رفته بودم پیش میمنت خانم تو خیاط خونه چیزی جا گذاشته بودم فخر عصبانی گفت میزاشتی صبح میرفتی مگه واجب بود که دم غروبی تنها بری منیره هیچ جوابی به مادرش نداد و با عجله به اتاقش رفت فخر همونطور که یه ابروش بالا داده بود و رفتن منیره رو نگاه میکرد به دای رزان طلبکارانه گفت دست شما درد نکنه با این امانت داریتون جاش بود قلم پاشو میشکستید و اجازه نمیدادید غروب از خونه بیرون بره بعد همونطور که کلافه دستاشو تو هوا تکون میداد و حرف میزد با اشاره به دای رزوان گفت خودت که بهتر میدونی چه خبره همون وقت صدای گریه احمد اومد از جان بلند شدم و به اتاقم رفتم حرفهای فخر و برام نامفهوم بود نمیدونم با کنایه از چه خبری با دایه حرف میزد. احمد و یکم شیر دادم و زود به حیات برگشتم. دایه رزوان و فخر و میکردن. احمد باز به گریه افتاد اما اهمیتی ندادم. نه یه سراغش رفت. دل شوره به جونم افتاده بود و بی بودم نمیدونستم عکس عمل فخر و بعد از شنیدن اتفاق امروز چیه. فخر ناباورانه نگاهش رو به دهن دایه نزبان دوخته بود. اون لحظه چشمش به من افتاد. انگار مشوش شد و دستاشو بلند کرد و محکم روزانواش زانوهاش کوبید اون روی فخر و که همه ازش میترسیدن بالا اومده بود با صدای بلند شروع کرد خودشو نفرین کنه و به سرش بکوبه دایه و منیژه ترسیده بودن و از پسش بر نمی اومدن تا دستاشو بگیرن فخر و رو به دایی رزوان کرد و گفت این چه اقبالی بود که من داشتم همه اولاد دارن منم اولاد دارم بگو جوون مک شده این چه پیله ایه که تو با وجود سه تا بچه به وجیه کردی به درد کدومشون بنالم اون از حسین که در مونده به آقا گفته منیره امونم و بریده دیگه سر به زندگی نیست و طلاق میخواد بعد آب دهنش فرو داد انگار راه نفسش تنگ شده بود و دلش میخواست یقه لباسشو پاره کنه نیر با عجله لیوان آبی آورد و به دستش داد و اون بیمر یک جوره از آب و سر کشید و ادامه داد از خدا خواستم اگه اه نیست جونشونو رو بگیره و منو راحت کنه دایر رزوان با دلخوری گفت خدا نکنه فخر بالاج بالج گفت بگو ایشالله بگو خدا بکنه اینا پای جون من و آقاشون نشستن به گمونم خوشی زیر دلشون زده دایر رزوان در دهنشو گرفت و گفت غروبه نفرین نکن زن با شنیدن حرفایی که به منیره مربوط میشد خشکم زده بود بیچاره حسین مرد بینوا با خوب و بد منیره ساخته بود و حالا منیره با بی انصافی جواب محبتاشو داده بود همون لحظه مانیره که صدای مادرش رو شنیده بود از اتاقش بیرون اومد و دستش رو به کمری زد و با پرروی گفت کلی بازی در نیار گمون نکن من از این کارهایی که تو میکنی میترسم و پا پس میکشم من و حسین حرفامون رو زدیم این زندگی دیگه برای هر دوتا مو خسته کننده شده اصلا میخوام اونو به آرزوش که بچه دار شدنه برسونم منم میخوام از این به بعد خانم خودم باشم نمیخوام تو پستو و مثل شماها زندگی کنم فخر و سادات که خونش به روش اومده بود نگاهی از سر خش به منیره کرد کمی این ورونورش رو نگاه کرد و لنگ کفشش رو از پاش در و با تمام قدرتی که داشت به سمت منیره پرت کرد منیره خودش رو کنار کشید و لنگ کفش محکم به شیشه قدی اتاق خورد و شیشه شکست با صدای شکستن شیشه بچه ها وحشت کرده بودند فخر و سادات چارقدش رو از سرش کشید و به سینهش چنگ میزد انگار واقعا داشت خفه میشد منیژه جلوی پای مادرش نشست و با گریه بهش التماس کرد که آروم باشه دای رزوان دست و پاشو گم کرده بود و فخر و سالات و باد میزد منیژه دلش برای حال و روز مادرش آتیش گرفته بود و دستای فخر و گرفته بود و میبوسید و میگفت مادر دعاشون کن دای رزوان گفت منیره غلط کرده مگه زندگی بازیچه است یه بار دیگه از این حرفا بزنه با من طرفه مونیره هیچ اعتنایی به شیونای مادرش نکرد و به اتاقش برگشت و نهیرم با عجله شیشه شکسته ها رو جارو کرد. زندگی آروم و بیدقدقه فخر و ساداد یک بار زیر و رو شده بود. بعد از کلی شیون کردن از جاش بلند شد و چادرش رو به سرش انداخت. همونطور که یه طرف چادرش رو زمین میکشید بدون اینکه حرفی به کسی بزنه به طرف حیات خودشون رفت. نزدیک اومدن دامادا بود و نمیخواست اونا رو تو این حال ببینند. دای رزوان نگاهی به من انداخت و گفت تو هم بچه ها تو بردار به اتاق خودت برو خیالت تخت همه طرفدار تو هستی با اکراه از جان بلند شدم دای رزوانم چادر به سرش کرد و طلا رو بغل گرفت و فریاد زد نه یه فکری برای شام بکن تا برگردم رغبتی به رفتن نداشتم اما خودم رو جمع جور کردم و راه افتادم دای رزوان به اندازه خودش دردسر داشت و معدبانه عذرم خواسته بود فخر و سادات بینا و نفس تو ایوون نشسته بود. چشما و بینیش از بس گریه کرده بود قرمز شده بود. دایی رزوان در اتاقم رو باز کرد و طلا رو وسط اتاق گذاشت. پشت سرش وارد اتاق شدم. چه هوای سنگینی داشت. از اونجا بیزار بودم. دایی رزوان صورت هم بوسید و گفت همه چیز درست میشه. فقط یکم صبور باش. برای بدرقش تا جلوی در اتاق رفتم. فخر و سادات تا دید آمرانه گفت بمون رزوان تا با آقاش حرف بزنیم. من طاقتشو ندارم به خدا این مرد از غم منیره داره کمرش خم میشه طاقت مصیبت دیگه ایو نداره میترسم آخر سکته بکنه از حرف زدن فخر و سادات متعجب شدم دای رزوان اخ می کرد و محتاط تر گفت به آقا گفتن نداره اکبر آقا جوونه خبت کرد و با خانومی فلکناز برمیگرده و اشتباهشو جبران میکنه از حرف دای رزبان جا خوردم فخر استادات که با هووش موافق نبود گفت نه خیر نمیشه آقاش باید بدونه مگه میتونیم همچین چیزی رو پنهون کنیم فکر کردی اگه این ماجرا بر ملا بشه و بفهمه که ما میدونستیم و بهش نگفتیم چی میشه بیچارم میکنه میگه چرا تا زود بود به من نگفتید تا چاره ای بکنم اون سر جریان منیره هم طلبکار من شده میگه تو از دختر قافل بودی که اون سر به هوا شده بعدم روشو رو برگردوند و گفت فعلا که دیواری کوتاهتر از من توی این خونه وجود نداره دایی رزوان مونده بود چی بگه اونم از عکس عمل آقا بعد از شنیدن این موضوع میترسید اما حرفی نزد به ایگون رفت و با صدای بلند نایر رو چندین بار صدا کرد نایر صداشو شنید از همون حیات بلند گفت جانم دایه دای رزوان گفت یه قلیون چاخ کن سردت دارم و کنار هووش نشست نایر قلیونو چاخ کرد و آورد دایی رزوان به نایر گفت برو حواست جمع همه چیز باشه اگه پسرام اومدن سراغم و گرفتن بگو احمد گوشتت داره و دایه براش دوا برده. میدونستم دامادا جریان محرمیت دایه رزبان و آقا رو میدونن اما انقدر احترام بینشون بود که هیچ وقت چیزی رو به روی هم نمی آوردن. دلشوره داشتم و به اتاقم برگشتم. میدونستم اونا نمیخوان جلوی من درباره منیر حرف بزنه. ساعتی گذشت نه از اکبر خبری بود نه از آقا. بچه‌هامو خوابوندم و به بهونه شستن دستام از اتاق بیرون رفتم. فخر و سادات با دیدن من ساکت شدن و حرفشون رو قطع کردن و فقط صدای قلقل قلیونشون بود که تو حیات پر شده بود علا رغم میل باطنیشون دو تا هوا عقلشون رو با هم یکی کرده بودن اما بازم به جایی نرسیده بودن تو با رو پای فخر خوابش برده بود بی هدف رو پله اول ایوون نشستم پای رفتن به اتاقو نداشتم از در و دیوار خونه غم میبارید سکوت تلخ وهمانگیزی همه جای حیاتو گرفته بود انگار اون شب کل محله خالی بود صدایی به هم خوردن در اومد دلم رو هم ریخ از جام بلند شدم آقا به همراه اکبر و عمه بیبی وارد حیات شدن دایی رزوان چادرش که روشونش انداخته بود به سر انداخت و وایساد اما فخرستادا طلبکارانه بهشون نگاه میکرد از سر را بلند شدم و سلام کردم و کناری وایسادم عمه بیبی و آقا جوابمو دادن دایی رزوان عمه بیبی رو به بالای ایوون تعارف کرد فخرستادا بی‌حوصله گفت فلک نز بلند شو دم کن به مطبخ رفتم از قیافه حق به جانب اکبر آتیش گرفته بودم گمون نمیکردم پیش کنه و آقا و عمه بیبی رو با خودش همراه کنه کمی تو مطبخ موندم تا حرفاشون رو بزنن فخر و سادت با صدای بلند گفت دختر پس این چای چی شد استکانا رو تو سینی چیدم و دای رزوان رو صدا کردم و سینی چای رو بهش دادم و گفتم من باید یه سر به احمد بزنم و به اتاقم رفتم بچه هم خواب بودن خدا رو شکر میکردم که اونا آرومن. احمد رو که تو خواب بود بوسیدم از پنجره نگاهی بهشون کردم تلاتوم درونم راحتم نمیذاشت نفسی کشیدم و به خودم گفتم آروم باش مگه اکبر مچ تو رو گرفته که میترسی باید هر طور بود باشون روبرو میشدم در اتاقم و باز کردم و به حیبون رفتم و دو زانو نشستم اکبر یه زانوش رو تا کرده بود و با خش به من نگاه میکرد دایی رزبان صرفه ای کرد همه ساکت بودن احساس کردم حرف زدن و به اون محول کرده بودن دایی رزبان گفت نمیدونم فلک ناز چطوری بگم اما نصف ماجرا رو خودت با تعقیب کردن اکبر فهمیدی نصف دیگرشم من بی مقدمه میگم اینطور که آقا و امه بیبی میگن اکبر و وجیه به هم محرم شدن با این حرف دای رزوان بدنم داغ شد نگاهی به امه بیبی کردم سرش رو از شرم پایین انداخته بود و به زمین نگاه میکرد از اون همه خونسردی دای رزوان ماتم برده بود عصبانی گفتم دای چقدر راحت حرف میزنید واقعا که بی حیایید. مگه شما شرف ندارید اصلا این خیالتون نیست که دارید درباره جوانی من و زندگی سه تا بچه حرف میزنید همشون از عکسال عمل من جا خوردن اکبر با نفرت نگام کرد و سرش رو به نشونه تعصب تکون داد اما بیبی بی با صدای که از ته چاه در میومد گفت برادرم در جریان همو چیز بوده با شنیدن این حرف به گریه افتادم و به آقا گفتم دستتون درد نکنه عجب امانت داره دختر رفیقتون بودید اگه پدرم به این زودی پشتم و خالی نکرده بود اکبر رو با این کاری که کرده از او زمین محو میکرد دایی رزبان گفت اتفاقیه که افتاده با آش شرط کردم بیشتر هوا تو داشته باشه فخر استاد به حالت قهروش رو از همه برگردونده بود و هیچ چیزی نمیگفت اما بیبی رو بهش کرد و گفت زنده داشت رو ترش نکن به خدا از بس که اومد و به من التماس کرد که اگه وجیه رو به من ندی نابود میشم منم دلم سوخت و وجیه هم همینطور باور کن حتی تهدیدم کرد که اگه این وسط سر نگیره از عشق وجیه سر به بیابون میذاره حتی گفت میرم پی عرقخوری و الواتی بعد منمنی کرد و گفت به جان خودش ترسیدم اصلا به هرون کشیده بشه اون از همه ما گله داشت و گفت منو به زور به یه ده بردن و یه بچه رو برام نامزد کردن اکبر که تا اون وقت ساکت بود پشت حرف امهش گرفت و گفت یادتون نیست وقتی برگشتیم خونه گفتم من دو دلم فلک خیلی بچه است اما مادرم وسط افتاد و گفت خانواده خوبی هستن نه نیار بهش محبت کن زیر دست خودمون بزرگ میشه علاقه هم بعد از ازدواج پیدا میشه من خوب بودنشون کتمان نمی کنم. اما این دختر لقمه دهن من نبود فخر و سادات با خشم نگاهی به اکبر کرد و گفت چه حرفا نمیخواستی همون اول پافشاری میکردی دلیل می آوردی. نه که بعد از اینکه دختر مردم و اسیر سه تا بچه کرده این دوری بهش جفا کنی نه پسر جون من تو رو بزرگ کردم تو بعد از متارکه وجیه سر به هوا شدی دای رزوان حرف پخرستادات رو قطع کرد و گفت حالا کاریه که شده اما باید مساواتو و بینشون تقسیم کنی و با کنایه گفت این نباشه که قید یکیشونو رو بزنی و فقط با یکی دیگه سر کنی و خاص با این تنه به آقا بیوفایی سالها پیشش رو کنه فهرستزادات که حالا صداش در اومده بود گفت چند بار اومد به من گفت میخوام وجیه رو عقد کنم و من جلوش در اومدم که غلط کردی اگه این کارو بکنی قید تو میزنم حالا نمیدونم شما چطور تم به این کار دادید باید به من میگفتید قبول کنید پنهانکاریتون رو هیچ توجیهی ندارید منو باش که نگران بودم چطور به آغاش بگم با شنیدن اون حرفا از درون صدای خورد شدن و تکه تکه شدن هیچ هیچکس تو جمع به فکر من نبود دای رزوان با کنایه هاش بخواست گذشته ها و بیانصافی های شوهر و حبوش رو یادآوری کنه. فخر و سادات از اینکه پنهون از اون این کارو کرده بودن گلای من بود. اکبر برای از دست ندادن و وجیه دست و پا میزد و آقا با اخم و سکوت سعی در حفظ سلاوتش داشت. تو دلم اول از خدا بعد از روح پدر و مادرم کمک خواستم تا حمایت کنم. اونجا بودم که فهمیدم تو این دنیا غیر از خودم به هیچ کس دیگه نمیتونم تکیه کنم. بیشتر از این اونجا موندن و جایز نمیدونستم. بلند شدم و گفتم من مساوات و مصالحه نمیخوام وجیه خانم خانم در بس به اونا برای اکبر فقط بی زحمت به اینجا بیاد و سه تا بچه اکبرم جمع کنه من خیلی جوان از وجی هم میخوام به زندگی خودم برسم اینطور طور حرف زدن درباره زندگی هم قلبم قلبمو فشار میداد اما چاره ای نداشتم نباید ضعف میدادم به طرف پله ها رفتم باید هر چیز زودتر اونجا رو ترک میکردم میدونستم خانم جان با درایتش به دادم میرسه امه بیبی بی به گریه افتاد و گفت من گردن شکسته چه میدونستم اینطوری میشه به خدا وجیه اگه تم به این کار داد فقط دلش به حال اکبر سوخت بعد نگاه یسر سر به اکبر کرد و با عصبانیت گفت چرا لال شدی امه حرف بزن اکبر گفت امم راست میگه بیشتر از ده بار رفتم خورشون و التماسشون رو کردم تا قبول کردن با این حرف اکبر وایسادم و نگاهی بهشون کردم و گفتم راستش نمیدونم این حرف حرف قشنگیه یا نه اما میدونم جای این حرف اینجاست پدر خدا بیامرزم به من یاد داده خوراکی که زمین افتاد دیگه ارزش خوردن نداره باید دور بندازیم در زم امه جان شما باید به وجیه یاد میدادید به دست خورده دیگری تمع نداشته باشه فخر و سادات و دایه لباشون و گزیدن و منو دعوت به سکوت کردن اکبر که انتظار این حرف رو نداشت برای کتک زدن من خیز گرفت تا خواست به سمتم بیاد زن و شیون کنان اونو گرفتن آقا به حرف اومد و عصبانی از جاش بلند شد و گفت به به عروس بلبل زبون شدی اکبر با فریاد گفت اینجوری نگاش نکنید زبونش مثل دوم مار تلخه فقط خدا میدونه که به خاطر ستا بچه رو تحمل میکنم بی پروا قدمی به سمتش برداشتم و گفتم من برگ چقوندر نیستم من دختر آقا نادلیم همونی که یه کلانتری از صدای کفشش قانب توی میکردن پدرم نیست اما افتخارش تا همیشه با منه به طرف اتاقم رفتم پر از قدرت بودم انگار پدر مادرم کنارم بودن و نگاه میکردن و میگفتن بی زبونی بسته اونا همیشه از حقارت بیزار بودن و من میخواستم از این به بعد مثل اونا باشم فخر و سادات با دایه رزوان حرف میزد و اکبر رو نفرین میکرد بی اعتنا به غیل و بلند شدم گفتم بچه ها رو نمیبرم اما خودم به خونه پدرم پیش مادر برمیگردم انگار هیچ کدوم منو جدی نگرفتن من عادتشون بودم یه قدم به سمتشون برداشتم و خطاب به اکبر گفتم اکبر آقا قبول من پر از خطا بودم اما تو که ده سال از من آقل تر بودی برای زندگیمون چیکار کردی؟ حق من این نبود بغزم ترکید و با عجله به اتاقم هم دویدم نمیخواستم اونو عشقمو و ببینم به خودم گفتم باید قوی باشم اگه زاریمو و ببینن بیشتر جلو میاد جای بچه ها تو کنار دایه و فخر و, و نایر امنه اونا نمیذارن به بچه هم سخت بگذره. دو سه دست لباس و یک کمپول تو بغچه پیچیدم و به احمد که تو خواب کش و قوس میمد نگاه کردم. طفل معصوم گرسنه شده بود. دلم براش ضعف رفت. اما به خودم نهیب زدم نباید وا بدم. این روزا موقتی و باید صبور باشم. اول آخر بچه ها برای من هستن. چادرم و سرم کردم. آقا و رضوان رزوان به اتاقم اومدن. اما اکبر عقبتر وایستاده بود. آقا گفت دختر برو شیطون لعنت کن. خودم حواسم به زندگیتون هست. پوزخندی زدم و گفتم شما حواستون به زندگی خودتون هم نیست. آقا که متوجه کنایه من شد با خشم گفت ما رسم نداریم زن شب و وقت تاریکی از خونه بیرون بره. جلو رفتم و گفتم بگمونم اون شب که وجیه خانم قهر اومدن و رو فراموش کردید. آقا صداشو بالا برد و گفت اون زمان وجیه عروس ما نبود. زن یه بی غیرت بود. میدونم لحنم وقیهانه بود و نباید همه چیزو با هم قاطی میکردم. اما منم با اون سن فشار زیادی رو تحمل می کردم. بدون مکس گفتم پس محض اطلاعتون باید بگم منیر خانومم ساعتی نیست به خونه برگشته. فهمیده بودم این روزا ضعف اونا منیر است. دای رزوان نگاهی به آقا انداخت و با دست محکم به صورتش صد و گفت چرا دروغ میگی خدا مرگت بده چهره جدیدی از دای رزوان میدیدم چهره که تمام ما آدما وقتی منافعمون رو تو خطر میبینیم نشون میدیم دای رزوان جلو اومد و گفت تو با این حرفا داری همه رو به جون هم میندازی واقعا قصدت چیه بعد رو به آقا کرد و گفت خیال تخت منیره امروز از خونه پاشو بیرون نذاشته گفتم بله حق با شماست اون شیشه شکسته هم شاهدتونه اکبر جلوی در اومد دستشو به چارچوب در گرفت و زیر لب طوری که من بفهمم به پدرم فوش داد چیزی که من روش خیلی حساس بودم و عصبانی میکرد جلو رفتم و با بخچه لباس محکم به تخت سینهش کوبیدم و گفتم اما شما اکبر آقا باید به تو خبری بدم وجیه جونت برا تر خوش کردن چهار تا بچه آماده است واضحترش اینه که من بازم آبستنم اکبر با شنیدن این حرف خوش زد و به طرفم حمله کرد و با مش به سر و بدنم کوبید و فریاد گفت انقدر میزنمت که هر دوتون تلف بشید من از تو دیگه بچه نمیخوام دایی رزوان آقا نمیتونستن اون مهار کنم من گوشه از اتاق افتادم و دستم روی سرم گرفتم دای رزوان تا دید نمیتونه جلوی اکبر رو بگیره به گریه افتاد و شیون کنان گفت منو بزن میترسم بلایی سرش بیای بدبخت بشی اکبر یه قدم عقب رفت و انگشتش رو بالا برد و همونطور که نفس میزد گفت میری اون بچه رو پایین میکشی من نه تو رو میخوام نه بچه هاتو با سر و صورت داغون محکم جلوش واستادم و گفتم منم نمیخوام اما مثل شما آدمکشی برام راحت نیست میزان به خواهرت بده هرچند که فهمیدم حسینم مثل من موعدش سر اومده فخر و سادات همونطور که دستاشو مسترب به هم میمالید به اتاق سرک میکشید و گریه میکرد دایی رزوان در دهنمو گرفت و گفت الهی لال بشی یکم دندون رو جیگر بذار مگه نمیبینی اون روش بالاه از هیچ کدوم از حرفان پشیمون نبودم یاد حرف خانم جان افتادم که میگفت با هر کسی مثل خودش رفتار کن مدارا برای نشونه ترس و ضعفه دست دای رزوان رو پس زدم و آروم گفتم پس همینطوری تنها پسر تو وادادی از جام بلند شدم دای رزوان از سرزنش و تلخم رنجید به طرف در رفتم آقا گفت سب کن تا خودم بیام دنبالت برگشتم نگاهی به سر تا پاش کردم و با لحن تحقیرآمیزی گفتم شما اگه پشم به کلاتونه مراقب اهل خونه خودتون باشید که خیلی بهش نیاز دارم من تو همون دهاتی که اکبر آقا از اون برای امه جونش نالیده بزرگ شدم. یاد گرفتم که چطور رفتار کنم که کسی جرئت نکنه به نعل کفشم نگاه بندازه. فخر استادات فقط هخخ میکرد. انگار زبونش بند اومده بود و عمه بیبی بی شرمنده اوزا رو رسد میکرد. آقا که از پس زبون من بر ترجیح تا سرکوت کنه. اما دایره رضوان کوتاهی نبود. ملتمسانه دستمو گرفت و گفت: فلک ناز، لجبازی نکن. نرو بیا به اتاق من بریم. به خدا برا تو بد میشه. اون مرد شرع و عرف ازش حمایت میکنه. مگه نمیبینی این همه زن نشستن با هوو زندگی میکنن هیچ کدوم از این کارا که نمیکنن هیچ تازه سعی تو جبران خطاهاشون دارن چرا کاری میکنی که بگیم فلکناز بی است به خدا فکرشم نمیکردم تو انقدر بیچاک دهن باشی حالا هم دیر نشده خودم وساطت میکنم اصلا بیا بریم پیش نایر کاری میکنم که حرفاتو نشنیده و بگیرن و پای ناراحتیت بذارن اکبرم باید و بین تو و وجیه برقرار کنه یه قدم به سمتش رفتم و با پوزخند گفتم بیا بریم پیش نیر بچه گول میزنی دایه با این چارندیاتتون منو یاد بچگی منداختید که از شر بتول به زنم پناه میبردم فخر استادات و امه بیبی نزدیکم بودن و اکبر لب حز نشسته بود آقا کنارشون ایستاده بود و مواظب بود که باز منو کتک نزنه با صدایی که همشون بشنون گفتم دای خانم نشونه بطه و اصالت تن دادن به هر حقارتی نیست برام فرقی نمیکنه که شما در موردم چطور قضاوت کنید و راه هم و کشیدم و به طرف در خونه رفتم. فخر و سادات و امریدی جرأت نزدیک شدن به منو نداشتن. در رو باز کردم از خونه خارج شدم و درم محکم به هم کوبیدم. زمان زیادی رو به قوی بودن تظاهر کرده بودم. دلم لرزید. تمام خاطرات اون خونه از روزی که پا به اونجا گذاشته بودم تا همین امشب جلوم صف هیچ کدوم نمی دونستن. پشت چهره بی تفاوت و گاه شادم چه دیو خشگینی به انتظار نشسته. هیچ چیزی به سادگی اون چیزی که میپنداشتم نبود. زندگی تو اون خونه از روز اول مبهوتم کرده بود و بعد از اون بحت هر چی دیدم رنج از پی رنج بود. حالا که فکرشو کردم حتی با خوشی های گذرای اونجا هم مسرور نمیشدم. دیگه نایرم نمیتونست منو پایبند اون خونه کنه. من اصل زندگی مباخته بودم. دیگه برای من چه فرق میکرد؟ فرقی میکرد؟ فرعیات چقدر مهیت میتونست باشه؟ چادرم و جلو کشیدم و گوشه ای از کوچه به تیرک چوبی تکیه دادم و به حال خودم گریه کردم. بعد سر به آسمون بردم. ستاره ها شادمان چشمک می زدن. ستاره برقی زد. اونو به فال نیک گرفتم و اشکامو پاک کردم. جای مشت و اکبر تو سر و صورتم درد می کرد. به بچه ها هم فکر می کردم. نمی دونم اونا بدون من چی کار می کردن. مونده بودم. تا به خونمون رسیدم به تلعت و بقیه چه جوابی بدم. بالاخره خودم و به خونمون رسوندم. صدای بچه ها از حیات می اومد. اوایل تابستون بود و اونا تو حیات نشسته بودن. درو زدم. فرامرز در رو برون باز کرد. با دیدنش بغزم ترکید و تو بغلش بلند گریه کردم. بعد سرش شونش برداشتم و گفتم تو تنها مرد خونه ما هستی. میتونی منو حمایت کنی؟ فرامرز نمی نمیگفت و فقط مبهوت نگام میکرد. زنمو تو حیات بود و تا منو دید نزدیکم شد و گفت کجا بودی این وقت شب؟ بچه کو؟ گفتم زنمو تعارف نمیکنی بیام تو زنمو گفت این چه حرفیه اینجا خونه پدرته تعارف نداره بیا تو تلت همونطور که دست مهین گرفته بود از مطبخ بیرون اومد مهین یه تیکه نون تو دستش بود و میخورد یاد توبا افتادم حالا دختر بینوام از خواب بلند میشد و گشنش بود دلم فرو ریخت یاد قولی افتادم که به خودم داده بودم قرار بود قوی باشم تلت با آرامش همیشگیش جلو اومد و گفت چی شده فلک ناس. کجا بودی به گریه افتادم و به سمتش رفتم مثل یه مادر بغلم کرد و سرم و بوسید و گفت آروم باش خواهر برادرت گناه دارند طاقت دیدن اشک تو ندارند به اصرار طلعت همه به اتاق رفتیم ملک با دیدن حال من به گریه افتاد و گفت خواهرم چرا صورتت انقدر در و پریشونه کتکت زدن سرشو بوسیدم چاره ای نبود باید لب باز میکردم جریان و سیر تا پیاز براشون تعریف کردم. زنمو خوب به حرفام گوش کرد و گفت دختر جون سادگی کردی؟ تو از بچگی هم وراج بودی؟ تلت نگاه زهرداری به مادرش کرد. زنمو اعتناعی به تلت نکرد و ادامه داد باید میموندی. اگه وجیه پاپس نکشه چی؟ باور کن اون از نبودنت استفاده میکنه و جاتو تو اون خونه میگیره. کاش میدون خالی نکرده بودی. ماجرای تلعت و یادت هست؟ خدا خیر بده به خانم جانت که نذاشت زندگیش از هم بپاشه آخر سرم حق به حقدار رسید خدا میدونه من به مرگی کسی راضی نبودم اما دیدی چطور همه چیز جفت و جور شد حالا هم باید خانم جانو صدا کنیم فکری بکنه هرچند که من میدونم اونم اگه بیاد میگه باید برگردی به فرامرس که گوشه ای از اتاق وایساده بود و به حرفای ما گوش میداد گفتم فردا یه پولی به تو میدم یه ماشین کرایه کن بده برو با همون ماشین خانم جونو به اینجا بیار زنمو گوشه ای نشست و به دیوار تکیه داد و پاشو دراز کرد و باز گفت ای وای خانم جانو من میشناسم اگه بیاد رو ترش میکنه که چرا شب خولت و ول کردی تلت که از حرفای زنمو کلافه شده بود با تشر گفت چرا انقدر آیه یس میخونی مگه حال و روزشو نمیبینی خودش ویرونه تو هم از وقتی اومده مدام زیر و روش میکنی راستی این حرف منم خوب تو بوشت فرو کن تو حق نداری نادلی رو با این مردک نامرد مقایسه کنی اون هر کاری کرد تو خفا بود. به یاد ندارم جلوی چشمم علنا به اتاق بطول بره. انتقاد از منم پشت سرم انجام داد که من نفهمم و دلمو نشکس. بعد رو کرد به من و گفت فلک ناس. حالا که اومدی حق نداری برگردی. هم من و هم خانم جان یه لغمه نون گیرمون میاد که به تو هم بدیم. به کس دیگه ای ربطی نداره. حتی اگه ببینم نیازه خونه رو میفروشم و ارث میدم. بدونن پشت و پناه داری. و پشتیبانیش آرومم کرد. زرم و قرقر از جاش بلند شد همونطور که ادای تلعت رو در می آورد گفت به کسی ربطی نداره. بعد نیست کمی هم از تجربه بزرگترها استفاده کنید. قدیمترا حرف بزرگترها خریدار داشت. تلعت بی حسنه گفت الای خیر ببینه قرص فشارتو بخور بخواب. هیچ کدوم نمیخوایم چون زدناتو بشنویم. زن سرشو پایین انداخت و رفت. میدونم ناراحتیش از این بود که نکنه من باری رودوش تلعت بشم. تلعت رو به من کرد و گفت حالا هم بلند شو به بریم. میدونم بعد از این گرد و خاکی که راه انداختی گشنه هستی لباسم از شیر سیلم خیس شد اشک به چشمام دوید به طلعت گفتم الهی بمیرم بچم گشنه شه طلعت گفت بیم به دلت راه نده اماش بچه شیر میده خیالت راحت باشه که اونم سیر میکنه راست میگفت منیژه هنوز علی رو که دو سالش نشده بود شیر میداد به گریه افتادم و به طلعت گفتم حالا با سه تا بچه که رو دستمه و بچه ای که تو شکمم دارم چیکار کنم تلت از شنیدن حرف من جا خورد و گفت از بارداری تیقین داری؟ با تردید گفتم به گمون خودم بازم حاملم نگام کرد و گفت روی گمون که نمیشه حساب کرد خدا بزرگه شاید اکبر سرش به سنگ خورد و برگشت اگرم برنگشت کاری پیدا میکنی نخواستیم دار قالی برات میزنم و با خنده گفت اصلا نمیپرسی مونس کجاست تازه یادم اومد از وقتی اومدم اونو ندیدم طلعت گفت مونس قالی بافی یاد گرفته میره خونه همسایه قالی میبافه. یه شب در میونم میره خونه یکی دیگه از همسایه ها از بچه هاش نگهداری میکنه. زن و شوهر هر دو تو مریض خونه کار میکنه. با طلعت به مطبخ رفتیم. تلعت یه تیکه نون تو سینی گذاشت و همونطور که روش گوش کوبیده میزاش گفت فلک ناز نمیدونی معاشرت با همسایه ها چه کیفی داره. کاری که خدا بیاموز پدر تمام عمرش ما رو ازش من کرد و اگه همسایه ای رو تو پاشنه ای در خونه میدید چنان رو ترش میکرد که اون میرفت و پشت سرش هم نگاه نمیکرد خدا میدونه که چقدر به داده همدیگه دیگه میرسن واقعا راست گفتن که همسایه از خواهر و مادر به آدم نزدیکتره بعد با آب و تاب گفت فلک ناز قالی بافی مثل یه قلکه هم سرت گرمه هم وقتی تموم شد علاوه بر اینکه خالق یه اثر زیبا و هنری شدی یه جای پول درش دستتو میگیره اگه قرار شد اینجا بمونی میسپارم استاد کار قالی بیاد برای تو مونس دار قالی بزنه نمیدونی مونس تو این مدت زمان کم چه مهارتی تو بافتن قالی پیدا کرده نقشه میکنه به سرعت باد خف میزنه جوری دفنت این میزنه که انگار هفت جدش قالی باف بودن اگه یه روز تصمیممون این شد با هم غالی به بافید من کارهای خونه رو انجام میدم طلعت میخواست با حرفاش به من بفهمونه هر کاری از دستش بر بیاد برام انجام میده. از حرفهای طلات فهمیدم آزاشون اصلا خوب نیست مرحوم پدرم اهل پسنداز نبود هر چی تو دستاش خرج میکرد خدا رو شکر کردم که حداقل سرپناهی بالا سرشون دارن طلت تا قیافه در همه منو دید گفت قصه نخور حالا که اومدی پا پس نکش زندگی تو بساز و برگرد وگرنه در میون بیهودگی روح تلف میشه میدونم اکبر خیلی تأخیرت کرده کوتاه نیا تا بیاد به دست و پات بیفته و با خانومی تو رو برگردونه یه هفته که سه تا بچه رو تر کردن خسته میشن اون وقت تازه میفهمن که به چه درد سری دوچار شدن حتی طلعتم حتی امکان حرف از طلاق نمیزد گفتم من طلاق میخوام من دیگه به اون خونه بر نمیگردم مردی که تو حضور دیگران من و ملک عذاب خودش میدونه نمیخوام تو ایون نشستم طلعتم کنارم نشست و گفت هر دوی ما میدونیم که نه تو بچه به اکبر میدی نه وجیه بچه های تو رو تر میکنه فقط کاری نکن که یه اون پشیمون بشی. حرف سرنوشت خودت و چهار تا بچه است. بعد همونطور که سیری رو جلو مول میداد گفت فلک ناز من خیلی دوستتون دارم. اما اینم فهمیدم هر کاری کنم باز مردم ولنگار حرف مفت برا زدن دارن. می ترسم هر نظری بدم. بگن چون تنت نامادری بود دلش به حال این دختر و بچه هاش نسوخت و اونو بدبخت کرد. پس هیچی نمیگم. اما اینو بدون تا هر وقت که بخوای میتونی اینجا بمونی. سینی رو عقب هل دادم و گفتم میل به غذا ندارم یکم به طلعت نگاه کردم و گفتم نمیدونم چی شد که زندگیم اینطور زیر و رو شد طلعت گفت من اهل سرزنش کردن نیستم اما یادت وقت عروسی کردی گفتم حتما بخون و بنویس تا یادت نره چون فهمیدم اکبرم خلقیاتش حدی مثل پدرته و زن باسواد و امروزی رو به زنی که حواسش پی رفت و رو به خونه باشه ترجیح میده اما حاضرم قسم مخورم مدت هاست نوشتن و کنار گذاشتی. اون روزا که پدر تلت و اخ کرده بود یادته؟ تا مادرم پیغام خانم جانو آورد از بند سستی خودم و رها کردم. من تا اون روز هیچ تجربه ای از زندگی نداشتم. اما خودم و هر طوری که بود به زندگی که منو جا گذاشته بود رسوندم. خدا خیر بده خانم جونو که باعث شد من با زهر خانم و دختراش معاشرت کنم و کنار اون عاقل بشم. زهر خانوم برای من مثل یه معلم بود که هر روز درس تازه ای از زندگی به من میداد زمانی که خودمو پیدا کردم حتی بد جنسی های بطولم نتونست پدرتو از من دور کنه. و آتیش به خونه خودش افتاد خودتو پیدا کن فلک ناز قبول کن که زندگی رو جدی نگرفتی زانوهامو تا کردم و به ستون ایوون تکیه دادم گفتم تلعت تو 20 ساله بودی من دوازده ساله انتظار بیجایی توقع یه زندگی عاقلانه رو از یه بچه به این سن داشتن طلعت همیشه حرفم رو قبول میکرد. اهل بحث بیجا نبود. تو جواب حرفم گفت اینو قبول دارم. اما چشم مدل بعضی از مردا سیر شدنی نیست. این ربطی به زن و سن و سالش نداره. گرفتاری های زندگیم نذاشته بود بفهمم طلعت چقدر پخته شده. اون شب ساعتها با طلعت درد و دل کردم. صبح که از خواب بیدار شدم دورم و نگاهی انداختم. مهینم بیدار بود. لای در ساده بود و همونطور که عروسک بغل گرفته بود به من نگاه میکرد. دلم برای صرف رفت گفتم بیا جان خواهر بیا ببینمت با لحن بچگانه ای گفت تو با نمیاد گفتم چرا اگه بیای ببوسمت اونم میاد به سمتم دوید و صورتشو نزدیکم آورد اونو تو آغوشم قاپیدم و به صورت گرد و سفیدش و بوسه کردم اونو به سینم چسبوندم با خودم گفتم یعنی حالا بچه هام از خواب بیدار شدن یا نه طلا حریر بادوم و فرنی داره اصلا احمدم از گشنگی تونسته بخوابه دلم آشوب شد اشک چشمم باز روون شد گرم بود و سوزان قلبم میسوخت به دورم نگاهی کردم طلعت با سینی صبونه به اتاق اومد مهین و ویل کردم بلند شدم و گفتم من اینجا چه غلطی میکنم باید همین حالا برگردم طلعت تا حال پریشون منو دید گفت آروم باش صبونه تو بخور بعد با هم میریم سر تو آغوش طلعت گذاشتم و با صدای بلند گریه کردم طلعت همونطور که نوازشم میکرد گفت آروم باش دختر باید صبور باشی من چون مار زده بیجون فقط ناله می کردم می سوختم و راه به جایی نداشتم صدای در خونه منو از آغوش طلعت سوا کرد طلعت متعجب گفت یعنی فرامرز به این زودی برگشت گفتم فرامرز کجاست طلعت گفت یادت رفت قرار با صبح زود دنبال خانم جون بره با شنیدن این حرف پا برهنه به, به حیات دویدم و در باز کردم چشمام داشت از هدقه بیرون میزد باور نمیکردم لحظه خیال کردم اوهام میبینم نیر در حالی که احمد تو بغلش بود پشت در وایساده بود بدون هیچ حرفی به طرفش رفتم و احمد رو از بغلش کشیدم طلعت از میون حیات بلند گفت بفرما تو نیر نیر پر از بغض بود و با ناراحتی گفت نمیتونم باید برم فخر و سادات گفته زود برگردم دیشب دایر رزوان عذرم و خواست میگه تو زندگی فلکناز و از هم پاشیدی از دیشب تا حالا تو اتاقی که دست تاهره بود موندم تا ببینم دایی رزوان که یه سوانیتش فرو میشینه. دایی رزوان میگه فلکناس خوب یا بد سرش به زندگی و بچه هاش گرم بود. تو زیر پاش نشستی و دنبال اکبر را افتادید. بعدم گفت ناده من فلکناس عجب غلطی کردم. نمیدونستم اینطوری میشه. بعد با صدای آروم تری پرسید بازم حامله ای؟ جلوتر رفتم و با التماس گفتم نه دخترامو میاری نگران نباش خودم پناهت میدم یه قدم عقب رفت و گفت اکبر قسم خورده نمیذاره دیگه بچه ها رو ببینی حالا آن فخر و سادات رو پی من روونه کرد و گفته که بچه رو دادی برگرد شاید ترسید فرار کنه خداحافظی کرد که بره سر و پای برهنه وسط کوچه دویدم و چادرش رو کشیدم و گیلون گفتم طلا و توبا چی کار میکردن نیر گفت نگران نباش دایر رزوان طلا رو دیشب به اتاقش برد تو بارم که خودت بهتر میدونی عزیز کرده فخر و ساداته. نه ترس به اونا سخت نمیگذره خدا رو شکر کن که احمد سینه منیجر رو نگرفت و تا خود صبح بیقراری کرد فخر و تا بیتابی بچه رو دید گفت احمد و ببر به مادرش برسون یه بار میونه گوشت و ناخون فاصله انداختم عقوبتش هنوز تمام نشده بعد از رفتن مردا احمد رو آماده کرد و گفت بچه بینوا بهونه سینه مادرش رو میگیره خودش هم عواقب کاری رو که کرد به عهده گرفت بیچاره معلوم نیست جواب اکبر و آقا رو چی میخواد بده نیر ملتمسانه نگام کرد و باز گفت فلک از خر شیطون پیاده شو همه طرفدار تو هم. فخر و سادات و دایر رزوان با آقا دعوا کردن هیچکس تو اون خونه وجیهه رو نمیخواد طلب که حرفای نیر رو شنیده بود جلو اومد و گفت وجیهه رو رد کنن بره تا فلک ناز برگرد و درم محکم به هم کوبید گفتم طلب چرا در و بستی نیر دلرحم و مهربونه اگه بیشتر اعتماسش میکردم می میآورد طلعت گفت بازم که ساده شدی اون کیه که بچه ها بیاره مگه میتونه گیرین که اونا رو آورد فکر کردی اونا دست رو دست میذارن بزا حالا که نگیر پیغام آور شده پیغام ما هم ببره لب ایوو نشستم و سینم و به دهن احمد گذاشتم اشکام بند نمیومد طفل بیگناه برای شیر خوردن لح لح میزد نگاهی به آسمون انداختم هرچی کینه از فخر استادات داشتم و فراموش کردمو از خدا براش عاقبت به خیری خواستم.